یک سال پس از وقوع زمین لرزه ویرانگر در هرات، هزاران آسیب دیده همچنان در شرایط سخت به سر میبرند و نیازمند کمک های فوری بشردوستانه هستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یوناما با انتشار بیانیه اعلام کرد که علارغم تلاش های بین المللی، نیازهای اساسی این افراد به ویژه کودکان هنوز به طور کامل تامین نشده و جامعه جهانی باید توجه بیشتری به این بحران انسانی داشته باشد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با گذشت یک سال از زمین لرزه شدید 6.3 ریشتری در هرات که به مرگ هزاران نفر و تخریب وسیعی انجامید، وضعیت کمک رسانی به آسیب دیدگان همچنان نگران کننده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که شمار زیادی از آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی هنوز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این بیانیه آمده است که طی سال گذشته سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی به صدها هزار نفر کمک کردند، اما نیازهای بازماندگان به ویژه کودکان همچنان برآورده نشده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف نیز با تاکید بر وضعیت نگران کننده کودکان خواستار افزایش حمایت ها از آنان شد. بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از 12,000 نفر از این رویداد آسیب دیدند و تعداد جانباختگان بنابر آمارهای طالبان به 4,000 نفر رسیده است. این در حالی است که سازمان ملل شمار کشته ها را 1,500 نفر اعلام کرده بود. کاهش کمک های بین المللی و منابع داخلی پس از وقوع زمین لرزه بازسازی مناطق آسیب دیده را با چالش جدی مواجه کرده است. یوناما و سایر نهادهای بین المللی همچنان خواستار تداوم کمک‌ها برای حمایت از آسیب دیدگان این فاجعه هستند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا توجه ویژه‌ای به شرایط سخت مردم هرات داشته باشند. همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. آقای جاوید سلام و عرض ادب. آقای جاوید، با توجه به شرایط دشوار آسیب دیدگان زلزله هرات که یک سال پس از وقوع این فاجعه هنوز به کمک نیاز دارند، چه اقداماتی باید در سطح بین المللی و محلی برای حمایت از آنها صورت بگیره؟ بفرمایید. با تشکر از شما و سپاسگزاری از تلویزیون شما که همیشه در یاد مردم افغانستان هستند. ممنونم. خب خدمت شما عرض کنم که زیرساخت‌های مدیریت بحران در افغانستان هیچ وقت یک سیستم فعال و سیستم خوب نبوده متاسفانه، و همیشه ما این مشکلات رو داشتیم. امروز شما گزارشی که از وضعیت مردم هرات به خاطر زلزله شما داشتین، همچون یک وضعیت را دیگر مردم افغانستان هم اکنون دارند. اما آنچه که به سوال شما برمیگرده است که متاسفانه در دورانی که برای زلزله‌زدگان کمک‌هایی که از طرف مثلا سازمان‌های ملل متحد یا سازمان‌های خارجی و یا تجارت ملی صورت گرفته باشه، به صورت کافی نبوده و حتی همین مقدار هم که توزیع شده به شکل درست و به شکل اساسی توزیع نشده. آنچه که ما اطلاع دارم، بعضی از کمک‌هایی که برای اینا داده شده حتی از اونا پس گرفته شده، به خاطر از این که بعد از متعی گزارش و عکس کمک‌ها از اونا پس گرفته شده و مردم تا هنوز مشکلات بی خانمانی، مشکلات بی سرپناهی، مشکلات غذا اینا رو دارن، مخصوصا کودکا و جوانا. ما پیشنهاد ما ایست که اگر قرار است که برای زلزله کمک شوه یا همچنین برای مدیریت بحران، یک نظام، یک سیستم، یک مکانیزم مؤثرتر تحت پوشش ملل متحد ایجاد بکنند تا کمک ها مستقیم برای مردم برسه. و از طرف دیگر خواهش ما از تجارای ما، از تجارا و از کسایی که افغانایی که تجار هستند، از اونایی است که کمک های خود بیشتر مستقیما از طریق خودشان برای مردم برسانند. و همچنین اگر در شهر هرات و اطراف هرات کسایی که اونجا مثلا دارای یک تجارت چیز هستند، برای از اونا کار فراهم بکنه که یک زمینه درآمد دائمی برای از اونا فراهم شود. و ما از دولتی اونجا و از دیگر چندان انتظار خاصی ندارم. تا انتظار ما فقط از تجارای ملی، از سرمایه‌دارا و از افغانایی هستن که خارج از کشور زندگی میکنن و اینا بتونن تحت یک مکانیزم موثرتر
شفافتر میتونه کمک های از طریق سازمان های ملل متحد و سازمان های خارجی برای مردم ایران برسونن. بله، ممنون از همراهیتون. با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.